شو کی می رود از یادها، می شود هر دم ز نو فریادها. در این قسمت از برنامه توجه شما حضار محترم را جلب می کنم به سخنرانی شخصیت دردآشنای کشور و از یاران رهبر شهید جلالت مآب استاد محمد کریم خلیلی، معاون ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان. تا تشریف آوری و استقرار ایشان در جایگاه، همه با هم صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، الحمد لأهله والصلاة على أهلها و بعد. قال الله الحکیم في كتابه المبين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جد خوشنودی ارواح همه شهدای راه خدا در طول تاریخ، به خصوص شهدای دوره جهاد و شهدای دوره مقاومت و شهدای فصل جدید، به ویژه سردار و سالار شهدا استاد شهید و یارانش صلوات بلند ختم بفرمایید. حضار محترم، علما، شخصیت های سیاسی، علمی، فکری، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خوست 15 سالگرد شهادت استاد شهید و یارانش را به کافه ملت افغانستان، به خصوص رهروان ادامه دهندگان راه استاد شهید، عاشقان استاد شهید و شما خواهران و برادران حاضر در جلسه تسلیت میگم. از حضور گرم همه شما، به خصوص معاونت محترم اول ریاست جمهوری و باقی شخصیت های علمی، فکری، سیاسی، رهبران سیاسی و احزاب، صمیمانه تشکر میکنم. شما هم خیلی دیر زمان است اینجا نشسته اید و ما هم اگر طولانی صحبت کنیم طبعا خیلی وقت در بر میگیره. برادر عزیزم جناب استاد محققم صحبت خواهند داشت، برادر عزیزم دکتر صاحب عبدالله تشریف دارن صحبت خواهند کرد، رئیس شورای مرکزی جنبش سید نورالله آقا همچنین اراده صحبت خواهند داشت به این شکل باقی دوستان. لذا برای ما خیلی لازم است که مختصر کنیم. حضار محترم، همطور که مارشال صاحب یادآور شد، دوره جهاد و دوره مقاومت در تاریخ کشور فراموش ناشدنی و مراحل ماندگار است. جز افتخارات افغانستان این دو دوره در تاریخ ثبت شده و ثبت خواهد شد و ما و نسل‌های بعدی ما هر چه زمان بگذره، همونطوری که ما با مجاهدت‌های دلیر مردان گذشته خود افتخار می‌کنیم، نسل‌های بعدی ما در این خطه به نام افغانستان به این دو دوره افتخار خواهند کرد و از این دو دوره درس‌های را خواهند آموخت
و هیچ گاهی فراموش نخواهد کرد. ولی تلاش های هم وجود داره که این دو دوره را به نحوی از آنها زیر سوال ببرد. من با صراحت به این کسان و افراد و حلقات و قدرت هایی که در این رابطه تلاش کنن واضح و روشن یادآور میشم که یک کار عبث و بیهوده است. مردم افغانستان هیچگاه دوره جهاد و مقاومت را از خاطره خود فراموش نکردن و نخواهند کرد. و در این دو دوره ما بهای سنگین هم دادیم، چه در دوره جهاد چه در دوره مقاومت. دوره جهاد با دشمن آشکار و علنی و شناخته شده که از خارج آمده بود افغانستان را اشغال کرده بود، ملت افغانستان با وحدت و همدلی در برابرش استاد شد. اما دوره مقاومت با یک دشمن پنهانی به نام تروریسم ملت افغانستان و مردم افغانستان مواجه بود. در هر دو دوره ما بهای سنگینی دادیم، به خصوص دوره ای که جنگ مردم افغانستان با تروریسم. بسیار واضح میگم برادران و خواهران عزیز، تروریسم پدیده افغانی نبوده و نیست. تروریسم به هیچ یک از اقوام افغانستان ارتباط نداره. هر آن که تروریسم را ارتباط میده به یک قومی، جفا میکنه به ملت افغانستان و مردم افغانستان و به اقوام افغانستان. تروریسم یک پدیده خارجی بوده و از خارج به ملت افغانستان تحمیل شد. و از اینجاست که قربانی که ما در برابر تروریسم دادیم هم از همه اقوام است. اولین قربانی از بزرگان وطن، از رهبران ملی کشور، استاد شهید استاد مزاری است. قهرمان ملی انجینر صاحب احمد شاه مسعود قربانی دیگر، قربانی بزرگ دیگری ملت است در برابر جنگ با تروریسم. حاجی عبدالحق شهید یکی از قربانیان بزرگ وطن است در برابر جنگ با تروریسم. حاجی عبدالقدیر همچنین. ببینید از اقوام مختلفی از بزرگانش در جنگ با تروریسم به شهادت رسیده و تروریسم از همه اقوام قربانی گرفته. انا چهره های شاخص و ستارگان آسمان کبود افغانستان بودند که یادآور شدند. در هر گوشه وطن که نگاه نماییم قربانیان زیاد وجود داره. همین لحظه که ما و شما در اینجا به خاطر گرامی داشت از مقام شامخ شهدا و شهادت استاد شهید و یارانش گرده هم آمدیم، همین لحظه تروریسم از ما قربانی میگیرد. خیلی از بخشهای کشور را اونا در گروگان گرفتند. من در مارجه رفتم، دیدم از نزدیک که چگونه مردم مظلوم مارجه گروگان تروریسم است. پس تروریسم هرگز پدیده افغانی نیست. یک. دو، تروریسم به هیچ یک از اقوام افغانستان مربوط نیست. دو. سه، که تروریسم از همه اقوام افغانستان قربانی گرفته و حال هم در حال قربانی گرفتن است. و ماست، بر ماست که باید در برابر این پدیده خارجی و شوم با همدلی و وحدت و همگرایی بیستیم. امروز که مصالحه ملی یا صلح مطرح است، یک ضرورت وطن است برادران و خواهران. ما باید تلاش کنیم در هر قالب سیاسی که هستیم، در هر چوکاتی که کاری که هستیم، در دولت هستیم، خارج از دولت هستیم، باید وطن خود را از شرارت های تروریسم نجات بدیم.